عوامل داخلی هم موثر بودن؟ اونم اگه بخوام دقیق بگیم باید نتایج فرانزیک معلوم بشه دقیقاً، ببینیم که آیا عواملی از داخل هستن یا نیستن. این فرد که اینجا زبانش میگیرد و در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما درباره احتمال دخالت عوامل داخلی در حمله سایبری به سامانه سوخت کشور کم میآورد، سردار غلامرضا جلالی از فرماندهان ارشد سپاه است که سمت ریاست سازمان پدافند غیر عامل کشور را بر عهده دارد، سازمانی که زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح یعنی مستقیما زیر نظر خامنه ایست و مسئولیت دفاع از حملات سایبری را بر عهده دارد. مگر ما در کشور مرکز افتا رو نداریم؟ مگر سازمان پدافند غیر عامل رو نداریم؟ چرا این اتفاق رخ داد؟ دستگاه‌های زیرفت و متولی در این حوزه کجا بودند؟ سردار جلالی همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی میگوید سامانه سوخت کشور توسط اسرائیل یا آمریکا هک شده و به همین خاطر پمپ بنزین ها از توزیع سوخت به خصوص سوخت یارانه‌ای باز ماندند. الان قطعی به صورت فورنزیک نمیشه گفت، ولی تحلیلی میشه گفت. چرا تحلیلی رو میتونی به مردم بگی؟ مردم تحلیلی به نظرم از طریق رژیم صهیونیستی آمریکایی‌ها و اغلبش هستند. سردار جلالی در گفتگویش با صدا و سیما اعتراف میکند که جاسوسان کشورهای خارجی در بخش‌های مختلف کشور نفوذ دارند و تمام هک‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد با کمک این افراد انجام می‌شود. بله. سردار، تو رسانه‌ها گفتن که حمله سایبری که به سامانه‌های هوشمند سوخت‌رسانی شکل گرفت شبیه حمله‌ای بود که مدتی پیش به سامانه راه‌آهن اتفاق شکل گرفته بود. این درسته؟ به لحاظ فنی بله. ببین ما توی یه ردپایی پس بوده. نه به لحاظ شباهت کار میگم. ببینید ما یه نوع حمله داریم که کجای این سیستم حمله میشه. یه سخت افزار داریم، یه نرم افزار داریم، یه میان افزار، و در واقع ما یه سیستم عامل داریم، یه در واقع اپلیکیشن داریم که اینا با هم کار میکنه. بعد این حمله تو کدوم لایه است؟ این حمله از نظر اینکه در واقع تو میان افزار اتفاق افتاده، یعنی بین سخت افزار و نرم افزار اتفاق افتاده، شباهت هایی با حمله موضوع راهن هم داشته به لحاظ نوع حمله و مکانیزم حمله. حمله های میان افزار یه اندازه پیچیده است. علتش اینه که شما وقتی ضد بد افزارت کار میکنه اونو نمیتونه پیدا بکنه، آسیب که بدن از پشت لایه در واقع سیستم عامل حمله میکنه و بعد شما حتی سیستم عامل هم بعدا ممکن از دست بدی، بعد ریکاوری سیستم هم یه اندازه به مشکل مواجه میشه. پاکسازیش هم پاکسازی سختی است، یعنی مثل این دو نیست که مثلا شما اگر رو پارچن تبل ها یا تو اپلیکیشن ها اگر مثلا ویروس داشته باشی به راحتی با همین زده بعد افزارهای جاری به دست میاد و میشه پیداش کرد، یا حالا با روش های خاصی که میشه اونها به در آورد. ولی وقتی تو لایه در واقع میان افزار میره یا اگه تو لایه سخت افزار باشه اونا کارش سخت‌تر هستش و پیچیده‌تر، یعنی زمان میبره پیدا بشه. یعنی تو تحلیل ارشادت که اطلاعات هم به همین جنبندگی رسید. بله دیگه، عرض کردم که ببینید شما وقتی که کسی میخواد تو لایه میدلور یا سخت افزار در واقع هاردور به شما حمله بکنه، بایستی نفوذ اطلاعاتی تو لایه در واقع سیستم امبدد داشته باشه، سیستم نهادی نشه تو مجموعه. خب معمولا این کشورهایی که دارن معمولا یا کشور سازنده همون سیستم هستن که میتونن تو این لایه داشته باشن یا مثلا کسایی باشن که بتونن اینو بعداً بتونن به صورت فیزیکی در واقع ساخته باشن و گذاشته باشن تو سیستم. سردار جلالی اعتراف میکند که ساده ترین امور اینترنتی در ایران از جمله انتقال ساده مبلغی از یک بانک به بانک دیگر با کمک سرورهایی انجام میشود که خارج از کشورند. ببینید شما الان این طرف خیابون میخواد یه سرویسی بده اون طرف خیابون، مثلا میخواد شبکه آب سفارش بدید یا میخواد تو بانک روبرویی پولی جابجا کنید، درست شد؟ این اطلاعات شما میره کجا؟ میره مثلا تو کانادا که اونجا هاستینگش اونجا هست، از اونجا فرمان میاد اون بره خیابون و مثلا به پول شما جابجا میشه. حالا تو خود بانک هم جابجایی داره اینجا. اما با این وجود او مدعی است که جمهوری اسلامی در مسابقه با دشمن 3-1 برنده شده. ما دیگه شاهد تجمع و صف مردم و این حرفا به غیر از 3-4 ساعت اولیه نبودیم. خب این در واقع سه تا عنصر باعث شد که اصلا اون توطئه‌ای که بخواد در واقع مثلا مردم رو جمع کنن توی پمپ بنزین ما نتونیم مثلا ظرف 2-3 ساعت 5 ساعت 10 ساعت فوقش یه روز مثلا اینو برگردونیم و بعدم بکشونن به بقیه مباحث، خب این شکست خود کاملا
در واقع ممکنه ما یه گل خورده باشیم، ولی به نظرم 3-1 یا 4-1 بازی رو بردیم. سردار جلالی با افتخار میگوید که تنها 300 بخش حساس کشور در مقابل حملات سایبری امن هستند و برای ایمنسازی بخش‌های دیگر به چند سال دیگر نیاز است. همه بومی هم از آزمایشگاه ما سختگیرانه عبور کردن و در واقع پروانه امنیتی قابل قبول گرفتن. اینکه فهمید ساختگی معنیش چیه؟ امسال این عدد رو داریم به 300 میرسونیم. یعنی تو انتهای کار ما داره 300 سامانه سخت افزاری نرم افزاری یا شبکه بومی امن کنترل شده توسط آزمایشگاهمون داریم که در حوزه های مختلفی که گاز و برق و اونایی که اولویت ما تو حوزه بدن سایبری هست عمدتا حوزه های صنعتی است. البته نگرانی اصلی سردار جلالی نه ضربه پذیر بودن بخش های حساس کشور، بلکه تأثیر فضای مجازی بر افکار عمومی است. ببین این شبکه خارجی میتونن زندانی آزاد کنن داخل کشور ما، یعنی فضایی بسازن برای مسئولین. شما خبرنگار میره مثلا پیش سخنگوی قوه قضاییه، چه سوالی میپرسه؟ سوالش از کجا اومده؟ سوالش آیا سوالش مال خودشه یا سوالش توی شبکه ها دست به دست کردن، فوروارد کردن رسیده دستشون؟ که مثلا یه خانومی تو فلان زندان محکوم اعتصاب قضا کرده، بعد سوال کنی از کی؟ از سخنگوی قوه قضاییه. خب سوالی کی به شما داد آقای خبرنگار؟ خودت درآوردی؟ خودت رفتی ملاقات این خانم درآوردی یا نه؟ اینا تولید اون مرکز عملیات رسانه‌ای برای ماست که میخواد تست کنه در بیاره این بخش درست ها. خب وقتی این اتفاق میفته یعنی چی؟ یعنی افکار عمومی شما، من جمله تموم کنم، افکار عمومی شما، ابزاراش، مؤلفه های اصلی، زیر ساختاش و حتی جریان کلش در کنترل این شبکه اتفاق میفته. خب این دقیقه شما دقیقیه. اون موقع اون میتونه افکار عمومی ما رو بر علیه منافع ملی خودمون تحریک کنه، سازماندهی کنه و استفاده کنه. سردار، همزمان با این حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت عنوان شد که بعضی از این تابلوهای تبلیغاتی در برخی از شهرها و همچنین یکی از خبرگزاری کشور هم دچار حمله شده و هک شده. اینو تایید میفهمید؟ اگر درسته بفهمید که عوامل هر دو حمله یکی بودن؟ ببینید، خبرگزاری که فهمید و من اطلاع ندارم، من تو خبرش شنیدم، من تو ما همه بررسی دقیق نکردیم اونو به دلیل که اون حوزه رو واگذار کنم به بخش دیگه، ولی تو حوزه تابلوهای تبلیغاتی ما بررسی کردیم. در واقع اونجا هم این اتفاق افتاده و چون این اتفاق افتاده ما میتونیم این حادثه رو به لحاظ تحلیل اطلاعاتی به هم متصل کنیم. ما جاپای از اتصال فنی پیدا نکردیم، ولی اینکه وقتی ما یه جایی تهاجم میشه بعد یه جایی هم تابلو تبلیغاتیش ازش استفاده میشه، به نظر میشه که یه هماهنگ از قبل بوده یا به تعبیر انتصابش به کشور خارجی اینجا مشخص تر و دقیق تر میشه راجبش بررسی کرد. اونم دستگاه امنیتی در حال کار کردن هستن روش که به شکلی توش بشه. یعنی احتمال داره که پس این عوامل داخلی باشن که در امتداد اون حمله خارجی. بله، احتمال باشه. یکی از نماینده های محترم مجلس از اعضای کمیسیون انرژی با توجه به این حمله اخیر گفتن که لایه های امنیتی برای این سامانه طراحی شده بود که مانع از هک اون بشه، اما این سامانه ها در طی سالیان گذشته به روز رسانی نشده و به این دلیل حمله سایبری موفق بوده. اگر تایید میفهمید چرا به روز رسانی نشده؟ یعنی چی که به روز رسانی نشده؟ خب ببینید، ما دو مرتبه این سامانه رو رزمایش کردیم یا تست کردیم ازش. بله. یکی سال 1400، یکی سال قبل. هر دو دفعه در واقع سه دسته اشکال توش پیدا کردیم. یکی از اشکالاتمون همین آپدیت نبودن سامانه ها بود، یعنی همین پچایی که توضیح دادم. در واقع یه دونه نرم افزار گرفتیم، یه سامانه نصب شده ماده مثلا 8 سال پیشه، 7 سال پیشه، زمان مرور زمانی که گذشته اشکالاش معلوم شده، حتی خود اون کسی که سامانه رو فروخته تو سایتش این پچاره گذاشته، وسایل امنیتی گذاشته. ما هم تذکر دادیم، گفتیم آقا این اشکال اینجا در واقع این سوراخ حفره هست، برو این پچه بردار اینجا رو باش نصب کن. نوشتیم، کتبی دادیم، نکرد. همین سامانه سوخت ما بالاخره متصل هست به اینترنت بین‌الملل. با توجه به اشکالاتی که اینترنت میتونه حتی برای کشورهای، البته سامانه سوخت ما قرار بوده تو پروژه سامانه ایزوله باشه و بس نباشه. حالا اگه ما توی بعد از سیام به جایی برسیم یه حرف دیگه است، ولی قرار نبوده که بس باشه. چطور شده که الان پس این حمله اتفاق افتاده؟ مگه نمیتونه از اینترنت میتونه وارد شده باشه؟ میتونه از اینترنت میتونه باشه، مگه اینکه خطای اتفاق افتاده باشه. ولی در حالت عادی نبوده. اینو من بعد اقرار کنم که با علم کامل نگفتم.